کمتر از 10 روز به عید قربان مانده است. جاده های پایتخت گواه حضور پررنگ کسانی اند که برای عید آمادگی می گیرند. از تدابیر بهداشتی در برابر تهدید ویروس کرونا نیز خبری نیست. حال خب چوپی است. نه طرف وزارت بر ما معلومات، نه دیگه مردم میگن، نه مردم ماکس استفاده میکنن، خود ما استفاده نمیکنیم. برای خرید میوه خشک به روزهای عید به مرکز شهر آمده است. میگوید در عید قربان از ترس گسترش ویروس کرونا و اینکه خودشان و دیگران به این ویروس گرفتار نشوند، میوه خشک خرید نکرده بودند. با سودن بازاری گفا برای ما نشان میده که ویروس کاهش پیدا کرده. فکر نکنم که بیخی صفر شده باشه، با آسانی ها دیگه کشور افغانستان خو مقصد فکر میکنم که دیگه حالا کاهش پیدا کرده. این فروشنده میوه خشک میگوید که در مقایسه به عید رمضان اکنون کاروبارش بهتر شده است و مردم برای خرید میآیند. معلوم دار است که اقتصاد مردم ضعیفتر شده نسبت به سابق. خوب است، جنس باز ارزانتر شده. اینجا هم مسئولان وزارت صحت عامه این بخش شفاخانه رابعه بلخی را برای زنان باردار که مبتلا به ویروس کرونا هستند گشوده است. در خدمت مریضایی که همزمان با مشکلات ولادی نسایی و همچنان مریضای کوید دیگه ای که از بیرون مراجعه میکنن، با می تعهد انشاءالله که عرضه خدمات صورت میگیره. در این میان وزارت صحت عامه میگوید که هنوز تهدید ویروس کرونا پایان نیافته است. تا زمان ازی که از 5% وقات مثبت افراد که تست میشن پایین نبیه، کرونا تحت کنترل نیست. امروز ما شما در حالت هستیم که احتیاط لازم است. احتیاط ما امروز شعار ما ایستن که اگر از خانه ما برین ماسک بپوشیم. با اینکه در این شب روزها شهروندان کشور کمتر به شفاخانه های دولتی به خاطر آزمایش بیماری کرونا مراجعه میکنن، اما آمارهایی که وزارت صحت عامه پخش میکنه آن هم نشان دهنده از این است که روزانه به بیش از 100 تن به این بیماری مصاب میشن. با این هم شهروندان کشور بیان که از تدابیر بهداشتی کار بگیرند و کار بارشان مشغول هستند و بیم آن می رود که این ویروس بار دیگر واگیر نشود.